علامه چیه؟ جهاز میبریم خونه سکینه. بعد چون شب شبه یعنی آخریه که من میگم دو پنجشی ساعت دیگه من پرواز دارم. نگم براتون نیلی چون لطف کردم. اصلا دیگه شرمندم کرده من اصلا اینجوری هم الان اینجوری هم محبت کن بند خدا اون ورده سر دوی نه دیگه دوی شبه اون ورده اینجا که به من کمک کنه چمیدونو ببنده. من دیگه هیچی برای گفتن ندارم. بسه دیگه نوکتنی نرفت و نرفتن شرمنده نکن. خب همجوری که میتونیم لباس ها رو بذاریم تو هم میتونی سالای چالشی از زندگی گذشته آینده هر چی که دوست داری یه دونه تو یه دونه من امیرم که از اونجا میتونه آره میتونی از منم بپرسی از اونم میتونی بپرسی اونم میاد اینجا تو هم خب یه بشین بعد چمیدین تو رو میبنده چیز بشین آره بشین من داره دانیا همین این چمیدون اولش کاری کردم آره دیگه نه خوبه نه یه سبک جدید اوکی یه من داره میگیره آره چمه رو نبندیم تموم بشه برده نه الان داره همه الان داره همه چیزا میگیره حتی خیلی 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 اول اینو ببندیم اون یه بزرگه بعد آره یکی خب به تو نظر چیه مثلا ببین من پنج تا کفش دارم بعد لباسم زیاد دارم دو تا چمدونم بیشتر ندارم خب الان تو بعد تو مسافرت ها خب ببین اول یه لایه اینجا لباساتو میچینیم بعد من وسطشو باز میکنم کفشاتو میاری من درست میکنم جفت میکنم لالالش همه رو میزون اوکی میکنم دیگه تو کار نشه فقط به من لباس بده خب من تا بکنم بعد کفشتم به همه ببینم چه سایزیه بزرگم اونا رو نمیشه لازم نه میکنم پاشنه داره آره اسپورت چیه پلاستیک هم میکنم حالا آخر من فکر کنم پنج کفش بذاریم پشت آره مثلا چون کفش میتونیم کلا بذاریم مثلا کفش همش هم که صورتی ماشاءالله من که دیگه عاشق صورتی اینو فرمان یه سال بپرسم بله یادم میدونی چی افتادم قایم ما دو خفل دو خدایی همه دوره هم جمع میشنیم آره آفرین یکی از آرزوی من آره این بود که سبزی پاک کنیم یه روز مثلا این شرایط پیش بیاد و واقعا اگه به من بود که مثلا من هفته پیش خدافظی میکردم نمیدیدم به دیگه میدونی چیه؟ چون اصلا این لحظه ها رو دوست ندارم آره آره من خودم اصلا خیلی دپرس میشم و حالم گرفته میشه چون خیلیم نمیدونم چجور بگم ولی خب همه همون اینجا یه جوره تنها هستیم آره. ولی میتونستی این اولین تجربه منه؟ هیچ وقت مثلا این تجربه رو نداشتم که مثلا همیشه تنها بودم هیچ وقت نداشتم که یکی بیاد کمکم چمیدونم رو ببنده واقعا جدی میگی واقعا بخوام تو این بود که مثلا من اومدم باید خدافظی کنم حتی دوست نداشتم بیرون بیرون دوست نداشتم تو رو ببینم از پای تلفن چون اصلا هیچ این تجربه ها رو هیچ وقت زندگیم نداشتم همیشه تنها بودم همیشه خودم بودم حالا من یه چیزی بگم من خیلی دوست داشتم با دوستام همیشه با کسایی که دوست دارم میکاپم همیشه خانوادم اطرافم بودن و چمیدون می‌خواستیم حتی سفر بریم خانوادم اطرافم بودن که چمیدون ببرم دوست داشتم همیشه دوستام باشم ولی الان به آرزوم رسیدم با کسایی که دوست دارم واقعا دارم این کار انجام میدم من که حالا خوبه تو خانواده دیدم من اصلا هیچ وقت نه خانواده بود نه دوستان این اولین تجربه من من دفعه پیشم که اومده بودن مسافرت خوندم بستم راست میگه روزایی که آریم خواست تو اینجا میدونی از دو ماه قبل من زنگ زدم با چی بردم شهر من حالا خانواده هم بودم ولی خب بیشتر خودم هم میکنم بیشتر خودم فکر میکنم ولی این که چمدون رو واقعا یکی کمک من باشه اینجوری کنار هم بشیم دوستشم دوستان باشن هیچ وقت نبود اولین اتفاق امشب من نظرم اینه که شب رو جینا رو زیر بچینم من چیز کنم برم یه چایی بذارم باحال میده بچنم چایی منم که خوش کنم بله چایی آیان همشه گل داره دارچین داره گل محمدی داره یه پا مامانه برای خودش دقیقا من هم یه دون از اون تاقه دارم داری؟ خیلی هم خوب استفاده میشه با هر چیز راحت میشه سد کنم آره دقیقا لباساش همین هست هرچی هست بریز بیرون چون که نمیدارم خودم
آره الان بدونم آخه چی و چی من جینا رو نمیدونم. این حرف که میزنم و خوب بزن خوب معنی میده کلن اینجا چی؟ آب میده تقید من که چیزی نمیفهم یه چورابه یا مربوطش بود دقیقا آفرین این چی آگم گذاشته اینجا؟ این قهوه ترک گرفته خود خیلی خوبه اونو بذاره اینجا کل این بوه که میگیره همین به خدا همین آریان خواست اینو بپوشه بره لب ساحل همین خوشگله و ولی چیز خیلی اینقدر که دوستش دختر هم رنگ شاده که من ندارم با این چقدر خوبه این از آریان میگیرم ببینم ببینی که اگه خودش لازم نباشد خوبه با این من خاطره دارم منم با اون خاطره دارم همین خاطره دارم چه خاطره ای؟ خاطره ای که باید میدونی دیگه اون شب میدونم آره همش همون سومه بود دقیقا من رو میمود یعنی ها یعنی خاطره من میموده چی رو؟ اون شب من این خاطره دارم من. های سکول؟ آره اینا میخواه این خیلی نرمه اون من جا کلیدی میخواه بیانس بجایی آره ما رو تو عزیزم من مهربون باشید خب من خصیصی همین لفت همیناست و اینجوری دوست نداشتم همه بیاد بیرون زشت نیست؟ نه اتفاقا خب بداریم چمه رو میبندیم دیگه باید همش اینجا باشه که نمیدونم چیه کجا بذارم شورته بیا اونا خیلی جا نمیخواد اونا رو قشنگ لابلاش میشه آره این چیه؟ مال شورته اونه اینا آره خیلی نازه اینا رو بذار پلاستیک آره این همینه که بهت نشون دادم گفتم مایوس دیگه کاش اینو میپوشیدم اون روز نه برای میشد اینا نمیشد این خیلی گرمه چون که جنسش اینجوری آره بعد قشنگ همه چیزا دیده میشه میذاره بیرون آره اولش سر زخمی آره اینو پاک کردی لباسایی که میخوای لباسایی که میخوای برای فرشون میشونه حاضر کردی بیرون آره گذاشتم همونجا گذاشتی دیگه لباسی که من میخوام فردا بپوشم اینه این شورت رو با اون تیشرت این؟ نه این صورت تیشرت بپوش نه برو شدی عبر شمش تیگاش آره اینه با این شورت صورتی با این چرا صورتی دوست داری؟ خیلی من از بچه آره اینو که نمیپوش بنداز تو درکی به خاطر میگم هم برای بردیم بیرون نگاه کن چیکار کنم چون گازار رو انداخت این هم بنداز دور نه این که میگم همه رو بنداز دور آخه باشه حلکی به نظر من خب شاید دوستشون داشته باشه نه من میدونم بیستشم بهش خمین هم مال تو خب اوکی نیست بینه اینجا شونه رو بذارید آره اینه بده به من این خیلی خوبه چه با مرزه بلیش با اون چیزه سم کن کوش این بود نه با این هم نه اون یکی دیگه خیلی شر را که من پوشیدم اون اینجا نیست اون این نیست آریان؟ نه نه اون نیست شما با اونم خاطره رو با چی؟ با اون با این؟ آره به خدا ولی مثلا مایه رو دوستان داشتم برای پارکابی خیلی خوشگل بود نه بابا یه جوری خود اینجور فکر کنیم دقیقا ولی تو خیلی قشنگ میومد نه این اینا اینا من دیدم میاد میدونی یاد چی افتادم یاد کی افتادم چی؟ اینجا هم بوغ بزار خود دیانا آره با همونی رفته بود من این بوغا رو چجوری یادم نه مشکلی نداره آره مثلا با همونی رفته بود دیانا رفته یه شورت کرسه خرده 1000 لیر به خدا اگه تو لایف و یا چیزاش دیده بودیم قشنگ گفت چیز میگه چی؟
یا بو معنی میگه اینجا فقط میگه اینم روش موخ بزن همش موخ شد طرفامون. آیا مهمان داره هواپیما از کی تا حالا بودی که من خبر نداشتم؟ اینا لباس فانتزی برای رابطه است که های اسکول روش میگن برای کردن اینا عزیزم میخوام بوخ بذارم بوخ بذارم. و این شورت ها از اون شهری که من بودم قبلا خریدیم انقدر خوشگله این که آیا نه بذار من دیگه تا دیگه ازش استفاده کردیم خیلی میاد آیا نه بذار من تو دیگه خیلی استفاده کردی از این باش مال من دیگه خب سایی ندیدیم خب من اینو خواستم یه سوال ازت بپرسم به نظرم اینو بریم کات کنیم دوباره بگیریم نه میتونیم چیز کنیم اینی طولانی میشه ها خب برو من خودم اوکی میکنم اینجا هم خلوت تر شد برای من بهتره من سوالم این بود که خب بزنم اون موقع بپرسم سوالم این بود چطوری با شوهر آشنا شدی؟ اینو با ده بار پرسیدی؟ نه نه پرسیدم نه گفتی سوالم ما با هم همکار بودیم با هم یه جا کار میکردیم نزدیک هم بودیم بعد مهدیا دوست دخترشو میفرسته میاد پیش من میگه که من میتونم پیشو داشته باشم برای رقص و آموزش رقص و فلان و اینا فهمیدم همون خودش در نظر وای صدا میخواد مخ منو بزنه بعد میگه خلاصه گفتم اوکی بعد دیدم ای این مهدیایی که منو فالو کرد دختره نیستش آره بعد دیگه منو فالو کرد و با هم دوست شدیم و شماره همو گرفتیم یک ماه اول هم بحثمون جدی جدی شد یعنی همین جدی نبود ولی شد جدی نبود فکرشو نمی‌کردم مثلا جدی بشه ولی شد چند وقته با من الان 4 سال چهار سال نیلو چی باعث میشه که مثلا به نظر تو مثلا الان یک کسی مثل من که مثلا همیشه دوست داره بده مثلا با یک کسی مثل توی که تو رابطه هست فقط با شوهرت در ارتباطی به این من تو چه فرقیه؟ فکر میکنی نه تو ذات آدمه تو ریشه هست محیط چیه؟ به خاطر ذات نیستش به خاطر محیط اطراف من احساس میکنم یعنی هیچ وقتی تو محیطی که مثلا من بودم نبودی مثلا افراطی نبودی ولی آزاد چرا بودی چرا آزاد بودم توی همچین محیطی هم من قرار گرفتم ولی خب خودم این شکلی بودم از همون اول خب یعنی خودم دوست نداشتم مثلا خودم حوصله دوستی طولانی مدت اینا نداشتم دوستشم با یکی که دوست بشم آخر بده خط بشه که به ازدواج مربوط باشه یعنی ازدواج بکنم به این فکر نمی‌کنم که با یکی دوست باشم طولانی مدت یا با یکی مثلا دوست باشم یک ماه و دوباره مثلا برم با یکی دیگه یا حالا هر سه دیگه ولی خب خیلی از دخترهای دیگه هستن اینجوری فکر میکنن نه من دوست دارن هستن نه منظور میگم اون علاقه است خودت ببینید چی میخوای پس یعنی مثلا منی که هر روز مثلا دوست دارم با یه مرد باشم این علاقه خب منه این علاقه تو هدفت خودت دوست داری این سبک زندگیته مثلا نمیشه آخر تو سبک هم دیگه نمیشه نظر داد یه سال دیگه کی به شما پیشنهاد ازدواج شد اول شما یا مهدیا من پیشنهاد ازدواج ندادم من گفتم که من مسئله دوستی نیستی ندارم واقعا بعد اونم گفت من مسئله دوستی نیستی ندارم من که رابطه خیلی طولانی مدت بودم مهدیا اینو گفت بعد گفتش خب که با هم ازدواج کنیم چرا با هم ازدواج نکنیم گفتم که بعد یه مدت با هم تلفنی صحبت کنیم و هم بشناسیم بعدن که بعد دیگه به مانش رفتیم گفتیم و همه چی رسمی شد راستی میخواستم عروسی گرفتی یا نه عروسی آن چنانی که بگیم ما نگرفتیم چون من کاملا سبکم خیلی متفاوته تو دوست نداشتی لباس عروسی ولی لباس پوشیدم عروسی گرفتیم یه مهمونی خیلی خودمونی گرفتیم بیشتر سعی کردیم روی چیز دیگه ای هدف گذاری لباس عروسی پوشیدی؟ آره عکس نداری به نشون بدی؟ چرا؟ چرا هیچ وقت نشون ندید عکس عروسی تو؟ توی پیج هم هست پیج عروسی نه هست؟ پیج عروسی؟ آره توی پیج هم هستش لباسم مدل ماهی دنباله داره عروس نیست عروس منظور چیه؟ لباس عروس سفیده آره سفیده لباسم مدلش ماهیه آه اوکی باید نشون بده آره من چون که از لباس پفه الان میتونیم ببینیم آره نشون بده به بچه هم نشون بده ببینیم که ما من که خیلی دوست داشتم
حتی بله گفتنم هم دارم ویدیوشو. آه ببینم. آه کمربنده از اینا. این لباس منه. این لباس مراسم عقدم هست. من خیلی اهل لباس نمیدونم سنگ کاری شده. اینکه عروس نیستیم. این لباس مجلسیه خانم. از نظر من لباس عقد داری. این عقدی بوده دیگه. خود تو ما تو عقدی مونم لباس عروس میپوشیم. نه ما اصلا اینجوری نیستیم. نه ما اینجوری نیستیم. میگم فرق میکنه دیگه سریع با هم آره من اصلا دوست ندارم چیزی به چشم خیلی بیاد ساده دوست ندارم ساده دوست ندارم حتی تو اونم انتخاب مردیه بود خود اصلا نهیدم دیگه برعکسه آره رو خرم میرن نگاه میکنم ببینن لباس چه میگن جامعه نوال ببینه ما برعکسه چه هم که ما پیره آره من میشه که جناب همه شد شنبه بازار رو با همه که یک شمیده پنج شد سه هزاره تو بپرس من چرا میخندی؟ نه یا بپرسم مردم فکر میکنم چی بپرسم ازت خب چی شد که من انتخاب کردی به عنوان دوست؟ به عنوان دوست؟ اصلا چی شد که اینجوری شد؟ اونو نگاه کنیم به عنوان دوست؟ آخه چون من خیلی چیزم خیلی آدم سخت پسند یا تو دوستی تو همه چی چون خودم خیلی آدم ساده و دل پاکی هم و الان هم دیدی که آدم خودم یه بوله از خودش تردیه آره. شما سخت دارم و یکم طول میکشه ولی الان که دوست شدیم تا آخر عمر هستم یکم طول میکشه دوستی هم اصلا دیدی چقدر ما چند ماه با هم تلفنی فقط صحبت میکردیم تا بعد هم دیگر رو ببینیم آره دیگه خب من اینجوری هم مثلا نمیتونم تو یعنی تلفن اول برم سوالای مختلف آیان ازم میپرسید امیر ما هم چه پرسیدید؟ سوال همه سوالایی که با یه نفر تو چه سوالایی میپرسه خانواده و جد و آبایی تو کاملا همه آره میپرسه من این را میدونی یاده چی میفتم؟ یاده چی میفتی این خدایش؟ نه یکی همون هم میتونه باشه آره چی؟ پیشبند غذای بچه فقط یکیشو برای فردا باید بپوشم تو مسیر صورتی اصلا میخواین تو خوب کدوم رنگ تو بگیم هر چی دیگه اون بده اون رو بپوشم کتونی ها چه رنگی؟ صورتی اون رو میپوشم پایین ها چون نوعه خانم نه همون آخری هر آره نه اون یکیش بهتر آره آره من هم خیلی بردیست تو اینا نمیخوای؟ نه آخه نمیشه اونجا پوشیدش هم میشه این نه سمی برم میشه جینه رو آخر از سعی نتونه از من چای رو دم کنم تو شما میدونی این چیه؟ این برای نیمتان هست؟ نه همون چیزی که من روز پوشیدم این دامنش دامنشه آره بخوای بپوشی امتحان کنی؟ قشنگ میشه با میدونی چون که حالت بدن تو شینی قشنگ آره من پیرهن مجلسی شو دارم آره پیرهنش هم همینجا این خوش شده این برای من نیمتنش خوش شده پیرهنش اینجوری آره دقیق کنم اینو نگاه کن خدایا یه ذره سایزش هم 28-36 اینو پاردیه نگاه کن آره چرا مثل مام بزرگ من یه میداز که من می‌خواستم این لباسای زیر و این لباسای روزه زیر باشه که برعکس ما تو ولی خب جا آره بابا جا میشه بوخ میزنم رو شون این هم اینجوری میکنم پشتم فکر میکنم داره چیز میزنه اینا دیدی؟ اینا خیلی جالب بود اون لباسی که گرفته بودی گفتی 10,000 لیر پول دادی خب لباسی زیره که گفتی فقط 10,000 اون کدومه؟ آبیه بود دیگه این آها 10,000 لیر نه ایشان 15,000 آها 15,000 لیر از جنسش مشخص هسته واقعا بیدیم چقدر نرم با کیفیته برندش چیه؟
ویکتی سویت اند سلیف این برند ایتالیا است و فقط هم تنها یه مغازه داره. با چون دست خورده است بخاطر اون به تو نمیدن. نه بابا لباس تو الان تو یه دونه چمدون داری یا دو تا؟ اینجوری نه زشته. زشت نیست. خب اصلا بچه الان کامنت میزن این همون لباس هست صورتی آفرین اعتبار خیلی زشته به نظر من اون چمدون رو میذاریم برای لباس های مهمونی تورت کبون مال من پشت صورتیه. خب بایی صدیده همه سال این خالیه دیگه من دیدم دو لیر داخلش هم مادر اونا بذاریم برای صدفه کفشا کن کفشا رو بیارم کفشا رو بیار آره کفشا رو بیار جا نیست خب اینو خریدم از اون لباس فروشی. خیلی خوشگله. خیلی شیک کرد. اونم هست. این جوریت الان آریان رفته چای بریزه. آریان چای چی شد؟ اومد. به قشنگ همه چی سه تا صورتیه دیگه. پرنسس صورتی که میگم خودتی واقعا. چای آریان یکی واسه اینجوری پیدا کنه. نه این نه این باش دوستم. آره آره بابا بنده خدا هر روز میره. نگاه به خودمون نکن که بیکار و علف. آره خوبه برای تو نیست این لیوانه؟ نه تا آخر رنگ قرمز و خیلی داشتی. آره عزیزم مرسی. کیک رو دادم به تو دیگه چون ثانکیو. نیست می‌کنیم با هم. نه اونجا فقط پاهای امیرعلی هم توی فیلمه. ابن نداره چون شیر برنجر خوردم به تو ندادم. نه بابا. بذار اینجا. چیو؟ چای شو. بذار برام بذار بالا نینو. نه اوکی. چطو گوش نینو. بذار اینجا. یه با هم کیک بخوریم. من چند شش تا خواهر دارم نیلو. بعد خب الانم توی نظر اونا هنوز پسرم دیگه و هیچ وقت نمیتونستم مثلا برم توی جمعشون بشینم که مثلا همین کارهایی که ما میکنیم مثلا ما ستا نشستیم. یعنی اون موقع همین استایلی بودی؟ همش همین بودم ولی نمیشد به خاطر که شرط اونجا ایجاد نمیکرد. مثلا نمیتونستم بگم هر شرطی ولی مثلا آرزوم بود که مثلا بشینم با خواهرام همینجوری صحبت کنیم و مثلا همین بقول تو چمدون چای بخوریم. حتی همش گفتن که آره تو چرا همش تو با خانمایی تو چرا مثلا
ولی نمیدونستم پدر مادرم میتونستم من حسم دخترون هست. فکر میکردم اول برم پیشنم پیش پدرم پیش داداشم اینا همچنین چیزی. خب هم برشون جا نیفتاده بود و هم این که برشون قابل درک نه فقط اونا خیلی خانواده هستن برشون قابل درک نیست. ولی من خودم جزی کسایی هستم که اگر یه بار بچه بیارم و همچنین چیزی برش پیش بیاد خیلی نمیزم رو سرم. ولی من آرزو میکنم که هیچ وقت بچه اینجوری نشه. خب نه به خاطر اینکه از آینده خبر نداره، اصلا کلا اینجوری نشه بهتر. نه به خاطر اینکه اصلا فکرشو بکن، به خاطر اینکه بچه اذیت میشه، تو میفهمیش بچه اذیت میشه. من اگر یه بچه یه پشتبانی خیلی قوی داشته باشه به 80% میرسه، یعنی شاید 20% اذیت. چون استریت به دنیا نه میاد. ولی میگم من جزی کسایی هستم که سرسخت همچین چیزی عادی میکنم و عادی سازی سعی میکنم بشه و برای من عادیه، چون که من برای تو عادیه. ولی من همیشه هیچ وقت این همیشه آرزو میکنم که بچه چه دختر چه پسر استریت باشه و اصلا مثل من یا مثل بچه دیگه نشه، چون واقعا شاید تو بتونی درکش کنی اذیت نشه. اون اذیت میشه. ولی خب خیلی اصلا درک نمیکنم. ولی اون موقعی که نیوپن خواهد بخش داشته فکر کنم خیلی سال میگذره و همینطور آپدیت بشه. اصلا من به نظر من 100 سال دیگه هم که آپدیت بشه ولی بازم هست. شاید تیری بردن اینجور چیزا عادی باشه، ولی توی یکی از شهرهای انگلیس مثلا 40 سال پیش این اتفاق افتاده بود. شاید هم در اینجا همینجوری باشه. نه من میگم شاید مثلا در نظر مردم شاید به خاطر قانون، به خاطر خودشون، حالا هر چی بخوان احترام بذارن، ولی پیش خودشون همیشه اون فکر ذهنیت بد دارن. نه ازم تو اینجوری فکر میکنی؟ چه مثبت باشه واقعا هر چیزی رو مثبت ببینه. رفت نداره، انسان انسانه، بدن یه بدنه، فرق نمیکنه دختر باشه پسر باشه چه مدلی باشه. من میگم اون فکر فشن آفر مثلا اون سه که پات داری همه مردم دارن، منم دارم. لختم باشی باید عادی باشه از نظر من. از نظر من اگه لخت بری بیرون باید عادی باشه، چون تو اون چیزی که داری چرا داشت به بحث ما چایی تو بخور چه این لخت رفتن ما چرا الان من یه چیزی میگم حالا این داشت باید بوق بزن نه این آخه نه فهمی چه فهمه میکنه با اون آدم هایی که دو تاشون بروی دارن آفری چه فهمه میکنم با اون خانم هایی که سه تا ممه دارن کناره هم. این موضوع انسان بدن جسمیه یکیه یعنی چیز نیست. این خلاصه سال بعدیه. من خودم اگه کلن اولا که خدا رو شکر که هیچ وقت بچه دار نمیشم و یعنی من خودم که یعنی بمیرم تموم میشه همه راحت میشم. نه بابا این چه به نظر من همینه، چون در فامیل ما خانواده ما فقط من اینجوری بودم. بعد که الان هم که دور ازشون زندگی میکنم و مثلا سالهای دیگه آینده نزدیک که مثلا بمیرم دیگه نسل من منقرض میشه، دیگه راحت میشن خانواده. نسل تو منقرض نمیشه، بچه های اون نسل هم تازه به دنیا میان. تو از کجا میدونی اصلا؟ نه از من چیزی دیگه تولید نمیشه. ایشالا که همچنین چیزی نباشه و همیشه تو بگو خودت نه بگو تو بمیری لایوات همیشه هست تو یوتیوب. شب آخر و چمدون و بستیم و داره فاز غمگین عشق فاز داره غمگین میشه. بس عوض کن بزن بیرون از این بسه. خب و که بس میزنیم بیرون الان تعجب کردم تو فکر کنم خیلی خوب جا کردی اینا رو، چون موقعی که من آره چون وقتی که من اومدم با این که من الان لباس دارم بیشتر میبرم احساس میکنم بازم جا خالی میارم. نه الان اونا رو یه جوری جا میکنیم که اصلا دیگه همه چیز تکیه. آره خیلی خوب جمع کردیش. اون کارتون دور نهبت خب یا میخوای داخلش چیزی بذاری؟ نه اونو قطع کن دیگه، لحظه آخرم که چمدون رو بستیم و یه لحظه بود.